تلویزیون پیام افغان برنامه با خوشحال بینندای بسیار نازنین سلام بر شما عرض میکنم. امیدوار هستم که انشالله همه جور و صحت سب سر حال هستین. طبق معمول هر چهارشنبه از ساعت 7:30 شام وقت اروپا الى 8:30 شام وقت اروپا برنامه ما مستقیم از هامبورگ جرمنی از استادیوی احمد شریفی به نشر میرسد. بینندای بسیار عزیز از تلفونا و تشویق های شما یک جان تشکر. از اینکه برنامه ما همیشه مورد پسند شما است و شما با علاقه او را میبینین از شما یک جهان سپاس تشکر میکنم. از ایمیل های شما، از تلفن های شما و از دوستایی که واقعا بر ما محبت آمیز تلفن ها و ایمیل ها میتن تشکر یک جان. شما میدانین که برنامه ما همیشه در جستجوی عزیز که هنرمندایی که واقعا بسیار مقبول میخوانن و آوازهای بسیار خوب دارن، آهنگای خوب میخوانن، اونا رو ما پیدا میکنم و به برنامه خود میارم. برای ما یک دوست ما گفتن که یک جوان است در نروژ بسیار مقبول میخوانه، اما با اونا صحبت کردم و این جوان واقعا بسیار مقبول میخوانه، بسیار آواز خوب داره و اونا را امشب دعوت کردیم که ما و شما دست جمعی آهنگای زور میشنیم و تا آخرین لحظه لذت میبریم. بینندای بسیار عزیز، من قبلا هم هفته گذشته گفتم که از دوستا برنامه را اسپانسر شده بودن. شما اگر میخواین که برنامه های ما از هامبورگ همیشه به نشر برسه و برنامه های بسیار جالب برای شما تیار کنیم، شما میتونین با تلفن هایی که در صفحه تلویزیون است با ما به تماس شوین و کمک کنین که تلویزیون برنامه هامبورگ از بین نره. از هنرمندا و کسانی که میخواین از طریق برنامه ما برنامه پخش کنن و از این طریق معرفی شوند و یا معرفی هستن و برنامه بگیرن و بیننده لذت ببرن، خواهش میکنیم ازشان که با تلفن به تماس شوند و برشان برنامه های جالب تهیه کنیم. خب حالا میریم سراغ دوست بسیار نازنین ما روح الله جان، یکی از هنرمندهای بسیار خوب ما هستن، واقعا آواز بسیار مقبول دارن. روح الله جان شما خوش آمدین. ناگفته نمانه که روح الله جان در نروژ زندگی میکنن، از نروژ آمدن، بسیار رای دور پیمودن. روح الله جان خان بفرمایید. تشکر از شما، از برنامه زیبای شما. سلام برای بیننده های عزیز تلویزیون تقدیم میکنم و به تمام همکاران موفق تلویزیون پیام افغان. واقعا شما برنامه های زیبا دارین همیشه. تشکر، لطف میکنم. تعقیب میکنم وقتی که فرصت باشم و در خانه باشم حتما برنامه شما رو میبینم. خدا کنه چند لحظه که صحبت امروز شما میداشته باشیم یا کدام اجرای آهنگ و چیزا، خدا کنه که برای شما خسته کن نباشه، خوش بگذره. خوب بگذره. من یقین دارم که بیننده های تلویزیونم حتما لذت میبرن، چرا واقعا نام خدا بسیار مقبول میخوانین. روح الله جان چطور شده که خودت خود من میفهمم که اکثری هنرمندایی که در اینجا هستن واقعا در پهلوی موسیقی که شوق دارن کار رو میکنن، حتما خودت کار میکنی و مصروف پیشبرد موسیقی هم هستی؟ بله، من طبق معمول پیشی آزاد دارم، کار میکنم. بسیار خوب. و در پهلویش موسیقی به شکل آماتور است. خب آماتور کلگی سنا. چطور شده که موسیقی از شوق آوردین یا چطور پیش کس شاگردی کردین؟ چطور یاد گرفتین؟ چه رقم خوانندگی را آموختین؟ از کجا؟ خب من فکر میکنم ما هنوز نه آموختیم، در صدد آموختنش هستیم. ولی ما از طفولیت دروغوی نشم، دقیق به یادم نمیاد، فکر میکنم صنف دوی مکتب بودم که البته برای بیننده هایی را بگویم و برای شما هم که شاید دوستایی که مرا میبینند در پرده تلویزیون از سابق به یادشان مانده باشه، ما در ولایت کندوز در افغانستان متعلم مکتب بودم. و وقتی که روزای مخصوصا روز معلم یا روز مادر یا کنسرت های مکاتب می بود، از ما ترخواهش میکردن که چون میفهمیدن که ما علاقه دارم و در خانه یک برادرم اصلا
موسیقی را زیادتر یاد داشت و مرا به اصطلاح تشویق میکرد که ما باید یاد بگیرم و اگر بخوانم ما بخوانم، خودش زیاد نمیخواند. دیگه بالاخره از اونمو دوره طفولیت تا امروز ای علاقه بوده و کم کم. بر از اینکه بیننده را به انتظار نگذاریم، میریم آهنگ شما را میشنیم. کدام آهنگ را میخواین برای بیننده تقدیم کنین؟ ناگفته نمانه که سال نو عیسوی را برای همه تبریک میگم، چون سال نو است و افتخار سال نو. رولا جان هم برای شما آهنگای بسیار زیبا تقدیم میکنه و آهنگ اول که میخواین، کدام آهنگ میخواین برای بیننده شما بخواین؟ تشکر. ما آهنگای نو دارم که زیر کار است و ما میخواییم که اونا را ثبت بکنم. میخواییم که دیگه وقت برای شما آهنگا را به نشر شما بسپاریم و به شما بتون. یک آهنگ فعلا از استاد بزرگوار که ما زیاد دوستش دارم، خداوند اینا را عمر دراز بوده، به نهایت دوستشان دارم و گستاخی میکنم با اون مقبولی که او آهنگ اجرا میکنه، من نمیتونم اجرا کده، شاید مرا ببخشند به بزرگواری خود. آهنگ از محترم عبدالله نوابی شادکام است. من برشان سلام عرض میکنم. از مرا بسیار دوست و رفیق بسیار سابقه ایم هستند. سلام احترامات برشان عرض میکنم. واقعا بسیار هنرمند خوب هستند، بسیار شخصیت خوب هستند. دیگه میریم سراغ آهنگ، آهنگ گوش میکنیم، باز بعدا صحبت میکنیم. درست است؟ چرا نه؟
روح الله جان بسیار زیاد مقبول، نام خدا بسیار آهنگ مقبول. خودت من فکر میکنم زیادتر از کی پیروی میکنی؟ من فکر میکنم از محترم آقای شادکام زیادتر آهنگاش میخوانین، یا با کی علاقه دارین، یا چطور کدام سبک پیش میبری؟ من فکر میکنم هنوز هم وقت است که ما بگویم ما کدام سبک خاص انتخاب نکردیم، شاید هم اشتباه است بگویم که کدام سبک، ولی زیاد علاقه به هنرمندای خوب وطن خود دارم که از این جمله استاد بزرگوار زیاد دوست دارم، شادکام است که همیشه ما آهنگاش در خانه در هر جایی که باشم از زمزمه میکردم از طفولیت تا به امروز. بسیار خوب. خب من فکر میکنم که زیاد هر قدر صحبت کنیم صحبت ها بسیار زیاد است و اکثر سوال هم تکراری است. من میفهم که شما بسیار نام خدا مقبول میخوانین، من میگم از موقع استفاده کنیم یک آهنگ دیگر هم بشنیم که چرا دوستا بشنیم. چرا هر قدر آهنگ از شما بشنیم کمتر است، ما کوشش میکنیم که زیاد آهنگای شما نشه. تشکر و لطف شماست. برو که سر ویرانه، برو که سر برباده، برو که سر ویرانه. I'm done.
احمد استودیو. احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در هامبورگ. اعلانات تجارتی، تبلیغات تصویری، تهیه ویدیو کلیپ های هنرمندان عزیز را با استاندارد دیجیتال آدی تکنیک تهیه می دهد. احمد استودیو تبلیغات تاجران عزیز را که اعلانات خیش را از طریق تلویزیون پیام افغان به نشر رسانند به طور مجانی اجرا خواهد داشت. احمد استودیو زمینه همکاری تکنیکی، ارسال و پخش برنامه های لایک تلویزیونی را برای شما برنامه گذاران عزیز از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان مساعد می سازند. احمد استودیو همکار فرهنگی شما. برای معلومات بیشتر لطفاً به شماره تلفن 2049-176-48-34-04-81 با تماس شوید. بسیار نام خدا آهنگ مقبول بسیار زیبا خواندین رولا جان. میخواستم یک سوال بسیار به خصوص از شما بکنم که شما درباره موسیقی فیلی که نشر میشه و تلویزیون ها و اینا جوانایی که میخوانن نظر خود شما چی است؟ سوال مشکل است. من دوست دارم همه هنرمندای عزیزی که در راه موسیقی زحمت میکشن بله و کار خوب میکنن. میشنوم، چیزای خوب و زیاد گوش میکنم. دوست دارم کار اکثریتشون هم کسی هم نیستم در آی موسیقی که بگویم تایید میکنم، ولی قبول داریم. درست است، یه هدف سر از این نبود که آدم بگینه، منطقه فعلا موسیقی که آدم میشنوه سر از این آدم هر کس میتونه قضاوت بکنه، ولی بیننده ها خودشان میبینن دیگه قضاوت بدستی از اوناست. ولی خب میریم حالا سراغ آهنگ دیگه که شما میخوانین ایران میشنویم. باز درسته. کدام آهنگ است؟ آهنگ خب میشنویم که چی میخوانین شما. درسته. بیننده ها یک جایی میشنویم. اوکی.
پسد هیله میان دوست و دشمن و ما دیده تغافل میکنی و ما دیده تغافل میکنی نام یارم گل پری رفتارش کافی داری نام یارم گل پری رفتارش کافی داری دلبر چی خوش میکنم های دلبر چی خوش میکنم دیدنک های سرسری نام یارم گل پری رفتارش کافی داری نام یارم گل پری رفتارش کافی داری دلبر چی خوش میکنم های دلبر چی خوش میکنم دیدنک های سرسری نام یارم گل پری رفتارش کافی داری جان بسیار نازنین بسیار نام خدا مقبول میکنی آواز بسیار گیرا داری چقدر وقت است که به نروژ تشریف داری خودت ما بیشتر از 9 سال میشه فکر 9 سال قبل از او خود در افغانستان بودیم نه قبل از او ما متاسفانه مهاجر بودم خب نمیگی که در کجا بودیم نمیگم چرا نمیگم ما در شهر دوشنبه کشور تاجیکستان در تقریبا 6 سال اونجا زندگی کردم. تحصیل کردین اونجا درس خوندین یا چی؟ نه دیگه ما اون وقت زمانی که شرایط افغانستان خب که حالت خراب آمد سر تنها منی که سر تمام افغانا ناچار دیگه مهاجر شدیم اونجا مصروف کار و زندگی شدیم. بسیار خوب. خب حالا میریم یک آهنگ دیگر رو میشنیم آهنگ کدام آهنگ میخوانین برای بیننده ها بخوانین ما یک آهنگ خدمت شما تقدیم میکنم که او رو هم خدا کنه که گوشای شنونده رو ما چیز نکنم نوازش بوده البته نوازش خوب بوده آنم خوانده آهنگ من نمیفهم شعرش از کی است ولی مرحوم نصرت پارسایی را بسیار مقبول و زیبا خوانده بود من زیادی را شنیدم گوش کردم با او زیبایی که او خوانده نمیتونه خوانده ولی کوشش میکنم خب میریم مشنیم یا آهنگ بسیار خوب جانی وام جانان دید تو هم جانی وام جانان دید تو هم جانی وام جانان دید خیالات جا گره در خانه دید خیالات جا گره در خانه Thank you.
نام خدا، نام خدا روح الله جان قند. خوب، یک سوال دیگه کنم که در این مدت که شما در نروژ هستین، طرف های افغانستان سفر کردین نکردین؟ از طریق نام خدا برنامه های تلویزیونی بسیار زیاد شده. اول نظر شما در راجع به برنامه های تلویزیونی چی است؟ این مثبت فکر میکنین، منفی فکر میکنین؟ و یایی که در از کدام طریق دعوت شدین، افغانستان رفتین در این مدت که در نروژ هستین یا خیر؟ جواب سوال شما که اول خوب بسیار گپ مثبت است که کسایی که در راه هنر و فرهنگ وطن خدمت میکنن، برنامه میسازن، هنرمندایی که زحمت میکشه آهنگ میسازه ثبت میکنه و از طریق برنامه زیبای تلویزیون ها نشر میشه، این بسیار جای بسیار خوشی است، بسیار یک چیز مثبت است برای آینده و پیشرفت موسیقی موسیقی افغانی و در هر افغان. در هر عرصه هم بله. بله. و به جواب شما که ما سفر به افغانستان داشتیم، ما وطنم زیاد دوست دارم، یک لحظه هم از وطن خود فکر میکنم ما دور نیستم، ما همیشه در فکر وطن هستم. ما سفرهای شخصی داشتیم به دیدار یک تعداد از اعضای فامیل ما که اونجا هستن، به دیدار از اونا رفتیم و یک بارم تصادف بود، یک جالب هم است، باید اگر وقت برنامه را زیاد نگیرم میخواهش میکنم برنامه خودتان است. ما 20 چند روز در افغانستان سپری کردم در این سفری که داشتم، سال 2009 بود فکر میکنم. شبی که طرف نروژ پس سفر داشتم، یک شب پیشش برای ما یک کسی از تلویزیون طلوع زنگ زد که ما برای تو یک برنامه گرفتیم، در برنامه بامداد خوش از طرف صبح اون برنامه نشر میشه. بله.
در اونجا مرا غافل گیر کردن، یک مصاحبه از ما گرفتن و یکی دو آهنگ لایف اجرا کردیم. بله. که او آهنگا نو بود. خب بسیار. و دیگه کدام چیزی دیگه از این اضافه نبود. او آهنگا را خیم شب نمیخوانین دیگه؟ نه، ما او را حتما به خدمت بیننده و خدمت شما تقدیم میکنم هر قدر زودتر که امکانات باشه، ولی چون کمپوز بسیار نو و تازه است، شعر خوب است، فکر میکنم که ما او را انتخاب کردیم با مشوره دوستا و بزرگا و کسایی که در راه موسیقی زیادتر میفهمند. بله. ولی میمانیمش که اونطور وقتی که بخیر ثبت درست شد و کلیپ شد بعد از او باز. بسیار خوب. خوب میریم حالا یک آهنگ دیگه شما را میشنیم، چرا بیننده حتما منتظر هستن، برای اینکه بسیار نام خدا مقبول و خوب میخوانین. باز آهنگ دیده دوباره با صحبت میکنم. دیگر چی خواهی؟ مهمان
جانان منی دیگر چی خواهی؟ جانان منی دیگر چی خواهی؟ احمد استودیو، احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در هامبورگ. اعلانات تجارتی، تبلیغات تصویری، تهیه ویدیو کلیپ های هنرمندان عزیز را با استاندارد دیجیتال آدی تکنیک تهیه می دهد. احمد استودیو تبلیغات تاجران عزیز را که اعلانات خیش را از طریق تلویزیون پیام افغان به نشر بسپارند به طور مجانی اجرا خواهد کرد. استودیو زمینه همکاری تکنیکی، ارسال و پخش برنامه های لایک تلویزیونی را برای شما برنامه گذاران عزیز از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان مساعد می سازم. احمد استودیو همکار فرهنگی شما. برای معلومات بیشتر لطفاً به شماره تلفن 2049-176-48-34-04-81 به تماس شوید. خب رولا جان، بسیار نام خدا مقبول. ناگفته نمانه که رولا جان یک آلبوم تازه زیر دست دارن که البته با ما صحبت کردن، مشوره کردیم و آهنگای بسیار زیباست و ان قریب سر از کار میکنن. انشالله که ختم شد حتما با بازار عرضه میشنه. همه طور است رولا جان؟ خب حالا آهنگ دیگه که میخوانین کدام آهنگ است؟ یک فکر میکنم به هر سومی نگرم گفتین یک شعر بسیار بله مقبول داره. آهنگ از کی است؟ چطور است؟ این آهنگ فکر میکنم که از ساخته های عثمان مبتلا که بسیار هنرمند کدام تاریخ داره یک قوی کشور ماست. تاریخ هم به هر صورت یک درباره از آهنگ کم زیادتر صحبت میکنم به خاطر ازی که میرا از بسیار سالای پیش که من شنیده بودم و وقتا همی کسیت چیز بود همی ریل که میگه سیدی هنوز نبر آمده بله بود. بله 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 ایره دمی موتر یکان وقت همراه دوستا میشتیم گوش میکردم یا در خانه همراه برادرم میره کی خوانده بود؟ کس خوانده بودن یا ای که؟ ای آهنگ بسیار قدیمی خود عثمان مبتلا بسیار هنرمند خوب است که او را زیاد دوست دارم. کارایش بسیار آدم با استعداد است. بله. فعلا هم در افغانستان زندگی میکنه. بله. و وقتی که من شنیدم زیاد خوشم آمد میره زمزمه میکردم زمزمه بالاخره نمیفهمیدم که ای کی است یادم. بله. خب بعد از این که ما تصمیم گرفتم که ایران نشناختم که کی است ما پیداش کردم و آهنگم ثبت استودیو کردم در سال 2007. با کجا ثبت کردین؟ ثبت ما در استودیوی خالد کیان در شهر هامبورگ جرمنی همینجا ما ایره ثبت کردم. و این آهنگ بعد از این که ما ثبت کردیم از پیش خودم یکی از هنرمندای عزیز ما که در افغانستان زندگی میکنه اونا هم اگر ما را هر وقتی ببینند از طریق برنامه شما بله ما برش سلام تقدیم میکنم. زیاد دوستش هم دارم، ما را میمان کرده بود در خانه شان و این آهنگ از پیش ما شنید. ما یک دو سه ماه بعد در روز عید بود میخواستم طرف نماز عید برم، یعنی تلویزیون روشن کرده بودم 5 یا 10 دقیقه که این آهنگ ناصر جان سخی که از بسیار دوست صمیمی برادرم است و ما در خانهشان یه آهنگ از پیش شنیده بود، یه آهنگ او ثبت کرده و کلیپ کرده از طریق تلویزیون نشر شد. از این کارها زیاد است دیگه، از این کارها زیاد است. چرا میشه دیگه آهنگ های نو نیست. خب حالا میریم آهنگ هم شنویم بیننده ببینند که نام خدا چقدر مقبول خواندین شما. ناگفته نمانه که مهم است که رولا جان نام خدا همه قدر مقبول میخوانن. چرا برنامه های لایف شما میفهمین که بسیار مشکل است آواز خواندنش نسبت به یک آدم در استودیو ثبت میکنه و تیار میشه و توسط کامپیوتر یا هر
چیزی که هست، یعنی لایف خواندن مشکل تر است نسبت به ثبت شدن سابقش. از اون خاطر میشنیم که نام خدا ببینید چقدر مقبول میخوانن اینا. تشکر. بهار سو میں نگارا رنگ بے وفا رنگ بے وفائی ہاں بہار سمین گرم رنگ بے وفائی ہاں زہار کی میں شنوام قصہ از جدائی ہاں زہار کی میں شنوام قصہ از جدائی بدو میں محبت افتادم
و دام آن که پر از درس خود نمایی هاست، و دام آن که پر از درس خود نمایی هاست، بر هر دران و هر شعر و هر غزل نام خدا رولا جان بسیار واقعا مقبول خوانی، بسیار مرا آواز بسیار خوشم میاد. چرا همین آوازخوانایی که هستن خب هر کدامشان به سوی خود به رقم خود میخوانند، هیچ کس خراب نمیخواند، چرا هر آوازخوان شنونده خود داره و هم کیفیت خود داره، گوش ها مختلف است که چه رقم آدم بشنوه. آواز خودت نام خدا بسیار با کیفیت و بسیار خب دلها و اصطلاح چسب میگیره. تشکر و بسیار آهنگ مقبول خواندین. خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره، اگر چون شما خودتانم خواهش من از بسیار سالهای پیش میشناسم، بله با کار شما هم آشنایی دارم، نام خدا بسیار به قسم مکتبی و علمی شما موسیقی را میفهمین. خدا کنه که من بتانم که برنامه شما را خراب نکنم. خوب خواهش میکنم، شما بسیار برنامه ما را رنگین میسازین، اگر تو نمی بود ما شما را دعوت نمیکردم در اینجا. خب به هر ترتیب میریم آهنگ آخری را میخوانیم، چون وقت کم مانده، یک آهنگ دیگه هم از شما بشنیم. نظر کدام آهنگ میخوانین؟ آهنگ از فکر میکنم شعرش دقیق نمیفهمم از کی است، ولی زیاد هنرمندای عزیز ما خواندن، واقعا زیبا هم خواندن، استاد مهوش خوانده یا آهنگ استاد امیر محمد خوانده یا آهنگ و پسرشان خوانده، از چندین کسایی که خوانده ما شنیدیم زیاد خوشم آمده، از بس که اونا زیبا خواندن، خوب خواندن، خوشم آمده. ما هم یک شوق میکنم امیرم میکنم آهنگ در آن نفس که بیمیرم در آرزوی تو باشم، امیر کمپوز مرحوم استاد آشناسم که واقعا از نابغای موسیقی بگویم، واقعا ما بسیار بر از اونا ارادت داشتم و خداوند مغفرت بگردن. واقعا بسیار یک آدم عجیب و غریب بودن که موسیقی پیش از اونا واقعا در هر چیز دسترسی داشتن و چی کمپوزایی میکردن، بسیار وارد بودن. خداوند رویشان شاد داشته باشه. آهنگ از مرحوم استاد هاشم از کمپوزایش است، همون را میشنیم با هم، بعد از او باز ببینیم که چقدر وقت باقی میمانه. درست است. در آن نفس که بی میرم در آرزوی تو باشم، بدان می تو دهانم که خاک گای تو باشم، بدان می تو دهانم که خاک گای تو باشم.
بجست جای تو باشم بگفت گوی تو خیزم بجست جای تو باشم بدان می تو دهم جا که خاک گوی تو باشم استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در هامبورگ اعلانات تجارتی، تبلیغات تصویری، تهیه ویدیو کلیپ های هنرمندان عزیز را با استاندارد دیجیتال آدی تکنیک تهیه می دهد. احمد استودیو تبلیغات تاجران عزیز را که اعلانات خیش را از طریق تلویزیون پیام افغان به نشر بسپارند به طور مجانی اجرا خواهد کرد. احمد استودیو زمینه همکاری تکنیکی، ارسال و پخش برنامه های لایک تلویزیونی را برای شما برنامه گذاران عزیز از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان مساعد می سازند. احمد استودیو همکار فرهنگی شما. برای معلومات بیشتر لطفاً به شماره تلفن 2049-176-48-34-04-81 به تماس شوید. خب بیننده های عزیز، ما انشالله میفهمیم که همه خوش آمده و مورد پسند واقع شده. چرا رولا جان بسیار مقبول آهنگاه خواندن، بسیار مقبول اجرا کردین. تشکر رولا جان، قند زحمت کشیدین، بسیار رای دور آمدین. از شما یک جان تشکر. یک ساعت دیگه هم بیننده های ما واقعا کیف کردن و ما هم کیف کردیم در اینجا، چون وقت برنامه ما به پایین رسیده. ما باید خداحافظی کنیم، گرچه دل ما نمیشه که شما رو بانیم که برین، منتها متاسفانه چون برنامه یک ساعت است، از او خاطر دیگه با بیننده ها گفتنی آخر اگر داشته باشین برای کسی یا برای بیننده ها. ما تشکر اول از شما میکنم که زیاد محبت کردین و یک خاطره بسیار فراموش ناشدنی برای ما در زندگی ماند و این سفره که شما دعوت کردین. ما به شهر هامبورگ جرمنی آمدم و
از طریق برنامه زیبای تلویزیون پیام افغان و شما که در مسئول از این برنامه هستین، بسیار زیاد خاطره فراموش نشدنی است. و ما از هنرمندای عزیزی که آواز ما را امشب شنیدن، چون نام خدا تعدادشان زیاد است و همشان استادایی که علم موسیقی را میفهمند، از اونا ما معذرت میخواهیم به این دلیل که ما لایف بر شما برنامه اجرا کردم، خواندیم در عالم دوری که نوازنده از ما دور زندگی میکردن، ما یک دیگر قبلا ندیده بودیم، تمرین زیاد نداشتیم و آفرینشان بازم که همراه ما همکاری کردن. و اگر بیسوری در گلون ما بوده باشه او را هم ببخشن، حتما بوده. خواهش میکنم، من را به یک فکر دگاه بنداختین. شما در نروژ هستین، اونجا موسیقی و اینا حالتش چطور است؟ اونجا نوازنده و اینا البته کمتر است، چطور است؟ بله، ما در اصل اگر بگیریم نوازنده هیچ نیست. خب کسای بچه هایی هستند که نو تازه میخواهند یاد بگیرند، آفرینشان، اونها هم شروع به موسیقی کردن. کسایش که همراه ما تماس میگیرن، ما هم به نظر مثبت میبینمشان. بسیار دیگر فعلا نوازنده نیست که به درد ما بخوره. اما در محفلا و اینا خو میرین اگر دعوت میشین شما؟ والا بله، در محفلا هم میرم تا جایی که دوستا خواهششان باشه، ما در خدمتشان هستم. ما هیچ وقت بسیار خوب. بله رولا جان، بسیار رنگای شاد و مست ها میخوانند، محافل بسیار گرم میکنند. انشالله که باز هم باز شما را زحمت میتیم با آهنگای تازه شما، با آهنگای نو شما، که انشالله تا وقت سیدی تانم و کلپ های شما تکمیل شد باز شما را زحمت میتیم. خب بینندای بسیار عزیز و گرامی، شما را تا چهارشنبه آینده به خداوند میسپارم. همه جور و صحت و سرحال باشین. خداحافظ شما.